سلام، توی جلسه گذشته وضعیت بی رو یاد گرفتیم، اما این بار همین وضعیت رو بین دو تا سیم کار میکنیم و چرخش ساز رو هم در کنارش تمرین میکنیم. ابتدا از سیم سل به سمت سیم ر میخوایم حرکت بکنیم. یک بار دیگه انگشت گذاری رو مرور میکنیم. سل دستباز ما بود، بعدش لا با فاصله قرار میگرفت، بعدش سی با فاصله قرار میگرفت و بعد از اون نوت دو. اما بعد از این ما اگر بخوایم نوت ها رو ادامه بدیم میتونیم ساز رو بچرخونیم. دقت کنید که حتما از شستتون کمک بگیریم، مچ کمترین حرکت رو باید داشته باشه. میریم روی سیم ر، میشه ر دست باز، بعد از این دوی که این بر روی انگشت سه داشتیم میام روی ر، بعد با فاصله می انگشت یک میشه، بعدش انگشت دوم باز هم با فاصله، این بار فا دیز میشه و بعد از اون میتونیم نوت سل رو با انگشت سوم بگیم که در واقع میچسبه به انگشت دوم. تمام نوت هایی که توی این درس قراره کار بکنید گفته شد، اما درسی که داریم کسر میزان دو چهار رو داره، دو تا سیاه و فیگورهایی که اینجا میبینید فیگور چنگ، دو تا دولا چنگ هست. این فیگور در واقع بخش اول از ضرب رو میگیره، یک و، که یک ضرب پایین ما برای چنگ میشه، وقتی میاد بالا دو تا دولا چنگ رو در بر میگیره، دو 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 دو، و این میتونه ادامه دار باشه توی ضرب های مختلف و تا آخر قطعه همین فیگور رو میبینید به اضافه یک نوت سیاه که تو ضرب آخر این قطعه اجرا میشه. همین رو اگر ما بخوایم با شمارش انجام بدیم به این صورت میشه، با نوت سل دست باز کلش رو اجرا میکنم، یک و او، یک و او، یا کل میزان اگر باشه یک و او، دو و او. و اما درس رو براتون اجرا میکنم، به شمارشی که قبلش داریم دقت بکنید، یک و او، دو و او. فقط به همین نکته باید دقت بکنید که بعد از میزان پنجم ورود به سیم ر رو داریم. میزان پنجم رو یک بار دیگه میزنم، اینجا باید ساز رو بچرخونیم و آرشمون روی سیم ر بیاد. ترجیحاً آرشتون خیلی بلند نشه یا بمونه روی سیم با فشار که صدای اضافه‌ای هم نیاد. وقتی چرخوندیم روی سیم ر حرکت رو ادامه میدیم. و الاخر تمام میزانهای بعدی روی سیم ر ادامه دارن و تموم میشن. و اما توی درس بعدی حرکت از سیم ر به سیم لا رو تجربه میکنیم، اما این بار باز هم با وضعیت بی. یک بار دیگه مرور میکنیم، روی سیم ر دست باز ما ر هست، بعدش با فاصله انگشت یک نوت می رو داریم، باز هم با فاصله نوت فا دیز رو داریم و این بار چسبیده بهش نوت سل با انگشت سوم. اما بعد از این نوت لا رو اگر نیاز داشته باشیم باید ساز رو بچرخونیم. باز هم به کمک شست ساز رو میچرخونیم به حدی که نوت لا یا دستباز لا جلوی آرشه قرار بگیره.
بعد از لا انگشت یک با فاصله نوت سی هست، باز هم با فاصله انگشت دوم نوت دو دیگز، و بعدش انگشت سوم میچسبه و میشه نوت ره. به همین صورت میتونه نوت ها برگرده. توی این درس برعکس درس قبلی فیگور ما با دولا چنگ شروع میشه. دو تا دولا چنگ، بعد از اون یه دونه چنگ داریم. با دست براتون اجرا میکنم با نوت دو. دو دو دو. دو تا دولا چنگ پایین، یه دونه چنگ بالا. پس میشه دو دو دو. دو دو دو. و اگر بخوایم این رو با دست باز اجرا کنیم و شمارش داشته باشیم، یک او برای دولا چنگ ها، یه دونه و اون بالا برای چنگ، میشه یک او و کامل، یک او و. یا اگر بخوایم به صورت یک میزانه اجرا کنیم، یک او و، دو او و، به این صورت. درس رو براتون اجرا میکنم، باز هم به شمارشی که اولش داریم دقت بکنید. یک او و، دو او و. اما توی این درس هم باز هم به همون صورت مثل درس قبلی چرخش ساز رو داریم که توی این درس توی میزان چهارم این اتفاق میفته. بعد از میزان سوم که نوت فا می ره می فا سول رو داریم، یه سول که اومدیم، حالا بعد ساز رو بچرخونیم بریم سراغ لا که میزان بعدی میشه لا 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 سی دو سی، که به این صورت که باز هم ساز رو چرخونیم ترجن آرشه بلند نشه، یا اگر بلند شد خیلی فاصلهش نزدیک بشه که بتونه سریع برگرده تو وضعیت قبلی.